بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم و همچنین خدمت خانم دکتر معیدپور و آقای دکتر فیروزآبادی. بحث امروز ما درباره رمان سانست هست که یکی از نویسندگان معاصر آلمانی نوشته، کلاس مودیک، و خانم دکتر معیدپور ترجمه کردن. ادبیات آلمانی زبان، چه کلاسیکش چه نویسنده هایی که امروزه در کشورهای آلمانی زبان می نویسند، چه در خود آلمان، چه اتریش و سوئیس، خوشبختانه در سالهای اخیر در ایران خیلی منتشر شده و ترجمه میشه. یعنی ادبیات روسی، ادبیات آلمانی مخاطبان زیادی داره و من مثلا یک سال که در سال 97 بود حساب کردم، هر دو روز یک اثر ادبیات آلمانی ترجمه میشه به فارسی و این قابل توجهه. از نویسندگان مختلفی که هستن و در 10 سال گذشته هم ما اردیبهشت ماه هر سال یک برنامه‌ای رو با این 3 کشور آلمانی زبان داریم با عنوان 3 سرزمین یک زبان، که 3 نویسنده یا شاعر از اتریش، سوئیس و آلمان میان و ما هم بیشتر با تحولات ادبی امروز این کشورها آشنا میشیم. خانم دکتر معیدپور که استاد جامعه شناسی هستن، بیش از 40 سال هست در آلمان هستن و دانشگاه فرانکفورت، آثار ادبی هم رمان‌های امروز نویسندگان آلمان رو ترجمه میکنن، از جمله این کاری رو که سانست هست دربارش بحث خواهیم کرد. یک مسئله ای رو که میتونیم ما درباره شروع کنیم اینه که نویسندگان گذشته آلمان آثارشون بیشتر چه درون مایه هایی داشت، از چی مینوشتن. مثلا کسایی مثل توماس مان یا برشت یا نویسنده های دیگه در اوائل قرن 20 و اواخر قرن 19 میبینیم که مسئله جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، بعد مسئله تبعید، مسئله مهاجرت، مسئله قدرت طلبی و مسائلی که در این رمان ها ما میبینیم یکی از مضامینی هست که در این رمان ها به آثار ادبی به چشم میخوره. خب امروز نویسندگان آلمانی زبان از چی می نویسن؟ مثلا آیا مضامین متفاوت شده؟ چه مسائلی امروز بیشتر بازتاب داره از جامعه آلمان در آثار ادبیشون؟ مسئله خانواده است، مسئله تنهایی، مسائل دیگه ای هست که باید دربارش بحث کرد. دو نویسنده مشهور آلمان، یکی برتولت برشت و لیون فویشت وانگر، دو نویسنده‌ای هستند که موضوع این رمان آقای کلاس نودیک هستند. برشت در ایران شناخته شده هست، خیلی آثارش ترجمه شده، نمایشنامه‌هاش، رمان‌های تاریخیش و کلن شناخته شده هست، اما رمان‌های تاریخی وانگنر هم پر مخاطبن. در ایران مانند برش شناخته شده نیست. دو اثر من فکر می‌کنم از فویشت وانگر ترجمه شده، یکی نرون دروغین که آقای جواد سید اشرف ترجمه کرد که انتشارات ققنوس منتشر کرده، که منتقدان میگن یکی از مؤثرترین و رساترین آثار ادبی ضد فاشیستی این کتاب، که در کشورهای انگلیسی زبان هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. در واقع شخصیت نرون دروغین همون هیتلره که به اصطلاح فویشت وانگر این رو نوشته، و چون وانگر یهودی بوده، تبعید شده به فرانسه و بعد به امریکا و خیلی از نویسندگان اون دورم تبعیدی هستن، درباره قدرت و ظلمهایی که در دوره هیتلر بر اونا رفته کتابهایی رو نوشتن. کتاب دیگر وانگنرم که در تبعید نام داره، روشنک داریوش ترجمه کرده،
که باز در قالب یک داستان جذاب به مسائل تبعیدی ها و مهاجران آلمانی در نیمه اول دهه 1930 در پاریس پرداخته. یعنی این دوتا اثر از فوشتوانگر ما به فارسی داریم، ولی خیلی شناخته شده است که در ایران ما نمی‌شناسیم، اما برش آثار بسیاری داره. مرزامینی که پرداخته وانگنر بهش، یکی این مشکلات نداشتن اجازه اقامت. حالا خوبه ما میتونیم با این دوره ها مقایسه کنیم مسئله دیگهی که در مهاجرات هست و تبعیدی ها، دشواری های به دست آوردن برگه هویت، نداشتن اجازه کار، مسئله قاچاق، تنزل موقعیت های اجتماعی و اقتصادی مهاجران، مشکلات روانی که براشون ایجاد میشه. اینهایی به آلمانی هایی که مقیم فرانسه بودن و در اون زمان با این مسائل روبرو بودن بازتاب پیدا کرده در هم در رمان در تبعید، هم آثار دیگه خود به اصطلاح وانگر. همون دوره نویسندگان دیگه ای هم بودن که تبعید بودن از آلمان که به امریکا رفتن، غیر از برتولت برشت و وانگر. ما توماسمان رو میبینیم و آلف دوبلین رو که ما چند ماه پیش اینجا رمان به صدا برلین الکساندر پراتس رو که آقای حداد ترجمه کرد، اونم از نویسنده های تبعیدی بود که ما دربارش بحث کردیم. رمان سانست درباره رابطه برشت و فوشتوانگر که در آلمان بودن. دوستی این دو نویسنده در مونیخ از سالهای 1920 آغاز شده و پس از فرار از آلمان به دلیل مخالفتی که با هیتلر داشتن در تبعید ادامه پیدا میکنه. در کالیفرنیا هر دو زندگی میکردن و با نویسنده های سرشناس تبعیدی در ارتباط بودن. بعد دیدن که اونها در آمریکا هم در امان نیستن، چون در همون دوره در آمریکا هم بسیاری از روشنفکران آمریکایی تحت نظر نیروهای امنیتی بودن که سیاستمدار و تندروی جمهوری خواه کسی مثل جوزف مک‌کارتی بود. یک دوره مک‌کارتیسم دوره معروفیه. در اونجا هم یکی از مشکلاتی که اینا داشتن برخورد مک‌کارتی با این نویسنده ها بود. برش سال 1947 آمریکا رو برای همیشه ترک میکنه، بعد در دادگاه نمایشی تفتیش عقاید مک‌کارتی حاضر میشه، اما وانگنر تا 1956 در کالیفرنیا زندگی کرد و به آلمان اصلا باز نگشت و اینها دوستیشون 30 سال ادامه داشت. این دو نویسنده دوستی که خیلی ها مقایسه میکنن با دوستی دو شاعر و نویسنده کلاسیک آلمان مثل گوته و شیلر، یعنی گوته و شیلر در گذشته و برشت و وانگنر در این دوره. این رمان کلاس مودیک مضمونش راجع به گفتگوها، دوستیها، خاطرات، موفقیت‌ها، ضربه‌های روحی، عشق یا فناپذیری میان برشت و وانگر هست که توصیه می‌کنم دوستان بخونن، چون خانم دکتر مایتپور با نویسنده بیشتر آشنا بود. ما دلمون می‌خواست موقعی این نشست رو برگزار کنیم که نویسنده هم در ایران بیاد، ولی نتونستن. انشالله یک فرصت دیگه نویسنده رو هم دعوت بکنیم که در ایران حضور داشته باشه، چون این اولین اثرش هست که به فارسی ترجمه شده. من از خانم دکتر معیدپور تشکر میکنم، هم به خاطر زحمتی که برای ترجمه آثار آلمانی میکشن، هم این کتاب، و هم از اون طرف کاری که برای فرهنگ ایران در آلمان میکنن. یه مقدار بیشتری ایشون درباره خود این رمان، چرا اصلا این کتاب رو انتخاب کردن، چه نویسنده ویژگی هایی در آثارش در آلمانی زبان داره، جایگاهش در ادبیات امروز آلمان کجاست و چرا این دو نویسنده رو برای موضوع رمانش انتخاب کرده، بحثی رو بکنم، بعد در خدمت آقای دکتر فیروزآبادی خواهیم بود. این عکس این دو نویسنده پشت صفحه هست که دوستان برشت رو میشناسن، شاید وانگنر رو کمتر دیدن. بله.
درست شد؟ فکر کنم ولی همه شنیدن چی گفتم. خب شروع کنم از رمان. رمان سال 1956 آغاز میشه، زمانی که همه تبعیدیایی که از اروپا رفتن کالیفرنیا یا مردن، مثل توماس من، کلاوس من، هایندریش من، فرانس ورفل و بقیه، و خیلی هم برگشتن، مثل برتولد برشت که سال 1947 دو سال بعد از پایان جنگ دوم جهانی برمیگرده برلین شرقی، آلمان شرقی. فویشتوانگر که یکی از معروفترین نویسنده های آلمانی اون زمان بوده، حتی قبل از جنگ، یعنی جایگاه ادبیش به گفته بسیاری از منتقدین اگر بالاتر از توماس من نباشه در حد توماس منه، نامزد دریافت جایزه نوبل شده بوده سال 1930 و اوت 1956 فویشتوانگر تقریبا آخرین نویسنده مهاجر، نویسنده در تبعیده در کالیفرنیا، همه رفتن. صبح اون روز فویشتوانگر توی ویلای خیلی مجللش از خواب بیدار میشه، چون کارهاش همش بستلره، پرفروشه، خیلی ثروتمنده و همسرش نیست، رفته یه شهر دیگه برای دیدن یک وکیل و زنگ در رو میزنن و یک تلگراف به دستش میرسه. این تلگراف خبر فوت برشت رو براش میاره و دنیاش به هم میریزه و دگرگون میشه، برای اینکه 30 ساله که با برشت دوسته، برشت صمیمی‌ترین دوستشه با اینکه 14 سال از خودش جوان‌تره، و فویشتوانگر همیشه بهش احساس پدری میکرده نسبت بهش، یعنی دلش میخواست همیشه برشت، پسری مثل برشت داشته باشه. و شروع میکنه گفتگوی رو با برشت، با برشتی که حالا فوت کرده، و یاد خاطرات مشترکشون میفته توی 30 سال. مثلا یادش میاد که برشت توی هالیوود راه میرفت با سیگار کنار لبش و شروع میکرد راجع به تئاتر روایی، سبک تئاتری که خودش ابداع کرده بود، حرف زدن و انتقاد میکرد از فیلم‌های هالیوود، انتقاد میکرد از جامعه امریکا که کاپیتالیستیه، همه چیز سطحیه. یاد برشت میفته و رابطش با خانم‌ها، با زن‌ها، که چطور زن‌ها فوراً شیفته کاریسمای برشت میشدن. یاد رفتار برشت میفته که فوری واکنش نشون میده، آدمیه که مثل آتش فشان فوری واکنش نشون میده به همه چیز. یادم میفته که برشت از کی خوشش میومد، از کی خوشش نمیاد. صحنه های یادش میاد که برشت به راحتی نشون میده که اصلا از توماس من خوشش نمیاد و توماس من هم همینطور. بعد یادش میاد که برشت چقدر دوست داشته با چارلی چاپلین کار کنه، شیفته چارلی چاپلین بوده. و یاد صحنه اول، صحنه آشناییشون میفته که سال 1918 بعد از جنگ جهانی اول، آخرین سال، یک روز توی روز برفی خیلی سرد زنگ در رو میزنن و یک مرد جوان خودشو معرفی میکنه، مردی با تحریش و قیافه جودیده، کت چرمی گشاد و یک کلاه کپ ساده که پر برفه، و وارد خونش میشه. و فویشتوانگر عادت داره، چون همه نویسنده‌های جوان میان سراغش و یا نمایشنامه میارن یا رمان میارن یا داستان میارن و همشون هم میگن ما این مطلب رو نوشتیم برای اینکه میخوایم به بشریت کمک کنیم، میخوایم دنیا رو تغییر بدیم، آقای دکتر فویشتوانگر ما شما رو تحسین میکنیم، از اینجور چیزا. هیچ کدومشون حرفی راجع به پول، حق و زحمه یا حق و تألیف و اینا نمیزنن. ولی برشت وقتی که میاد با این قیافه ژولیده و این رفتارش، اول ساکته و خجالتی و نمیتونه حرف بزنه، منمن میکنه، و بعد یهو شروع میکنه به حرف زدن و میگه که من یه مطلبی رو آوردم. فویشتوانگر میدونه که چرا اومده، عادت داره، همشون میان پیشش. میگه خب چی کار میتونم بکنم برای شما؟ و برشت بهش میگه که این یه نمایشنامه است، نمایشنامه‌ای هم که اجرا نشه به درد هیچی نمیخوره و شما نویسنده موفق و معروفی هستید و همه اهالی تئاتر رو میشناسید و روابط گسترده‌ای دارید، اومدم پیش شما که این نمایشنامه اجرا بشه، کاری کنید که اجرا بشه. نمایشنامه رو
میده به فوشتوانگر و بهش میگه در ذهن من این نمایشنامه رو فقط و فقط برای پول نوشتم. فوشتوانگر خیلی تعجب میکنه از این برخورد برشت. همون شب شروع میکنه به خوندن نمایشنامه. نمایشنامه اسپارتاکوسه، اسمش این بوده، که بعدها برشت اسم این نمایشنامه رو عوض میکنه به پیشنهاد فوشتوانگر و همسرش مارتا. مارتا زنی بوده که برشت خیلی خوشش میومده از این زن و خیلی قبولش داشته، یعنی هرچی میگفته برشت کم و بیش میپذیرفته و زن بسیار فرهیخته و باسوادی بوده. این نمایشنامه رو برشت به سرعت میخونه و شیفته سبک نگارش برشت میشه، فوشتوانگر میخونه، برای اینکه زبونیه که از هیچ متنی گرفته نشده، زبان مردمه، زبان بسیار زندهیه و متن هیچ ابایی نداره از گفتن حقایق اجتماعی. و داستان این نمایشنامه هم خیلی جالبه، هم برمیگرده به انقلابی که در حال وقوع اون زمان و هم که یه شخصیت تاریخی اسپارتاکوس. تلفن میکنه به برشت روز بعد و میگه که چرا دروغ گفتین شما، مگه میشه همچین نمایشنامه رو فقط برای پول نوشت؟ برشت هم میگه آره من اینو فقط برای پول نوشتم، اگرم نمیخوای باور بکنید مشکل خودتونه. گستاخانه، لحنش کاملا متفاوته با بقیه. و به فوشتوانگر میگه که ولی من یک نمایشنامه دیگه نوشتم به اسم بعل، که این نمایشنامه واقعا خیلی خوبه، چون این نمایشنامه رو برای زنها نوشتم و اینو براتون میارم. همون روز نمایشنامه رو میاره و فوشتوانگر نمایشنامه رو میبلعه، به سرعت میخونه و انقدر شیفته سبک و مطلب این، یعنی موضوع این نمایشنامه میشه که به همسرش مارتا میگه این یک نابغه واقعی برشت. همسرش مارتا هم میخنده میگه ما که از این نابغه ها زیاد داریم، مرتب یه سری نابغه میان اینجا و مطالبش، تو که حوصله اینا رو نداری. فوشتوانگر هم میگه نه، این از اونایی نیستش که فکر میکنه نابغه واقعیه، این واقعا نابغه است، نبوغش بی نظیره. دوستی برشت و فوشتوانگر از اونجا شروع میشه و فوشتوانگر بهش کمک میکنه که این نمایشنامه ها بیاد روی صحنه. سالهای سال دو شرایط متفاوت بهش کمک مالی میکنه، حمایت میکنه ازش و با اینکه 14 سال بزرگتره دوستی عمیقی بین اینا شکل میگیره و همکاری بسیار خلاق، یعنی با هم خیلی کار میکنن. مدل کار کردنشون اینه که با هم به شدت بحث میکنن، توهین میکنن به هم دیگه سر شخصیتایی که میخوان انتخاب بکنن. برشت یه چیز دیگه میخواد، فوشتوانگر یه چیز دیگه میخواد. کار اینا اینطوریه که اینا دوتا کاراکتر کاملا متفاوتن. فوشتوانگر آدمیه که خیلی کنترل شده است، صداش بلند نمیشه، آرومه، خیلی شمرده حرف میزنه. برشت کسیه که فوری واکنش نشون میده، مثل آتش فشان صحبت میکنه، زود عصبانی میشه، حرفشو روک و راست میگه، هیچ رو دروازی از کسی نداره، براش هم مهم نیستش که کی خوشش بیاد کی خوشش نیاد، کاملا نشون میده با کی موافقه با کی موافق نیست. دوتا کاراکتر کاملا متفاوت. سبک نگارش و کار این دو نویسنده هم کاملا متفاوته. برشت کسیه که با نبوغی که داره مثل یک اسفنج همه ایده هایی رو که باشون سراغ داره جذب میکنه و مطالب جدید از توش در میاره. مثال میزنم، یا اینکه حتی تو صحبت با بقیه راجبه زندگیشون، بیوگرافیشون، داستانایی که تعریف میکنن، اتفاقاتی که براشون افتاده، برشت از اینا موضوع در میاره برای نمایشنامه هاش و مطالبی که مینویسه. به عنوان مثال یکی از معروفترین نمایشنامه های برشت مادر کوراژ و فرزندانش هست که تو ایران هم چندین و چند اجرا شده. نه من با اون مخالفم مایده جون، نه دلاور نیست، الانم میگم چرا نیست. خب
مادر کوراژ هم چیز شده، میدونم که ننه دلاور خیلی اینجا نه ترجمه فارسیش هم ننه دلاور ترجمه شده. نه آخه کوراژ نیستون اصلش، الان بهت میگم مال کیه. اصلش برشت عاشق یک نویسنده آلمانی بوده به اسم گریملز هاوزن، خب که قرن 16 زندگی میکرده، یعنی 400 سال قبل از برشت. این نویسنده برشت شیفته این نویسنده بوده، چون این آدم تو زمان خودش قرن 16 بدون هیچ ملاحظه ای راجع به فجایع جنگ می نوشته، بدون سانسور، خب باز و راحت. این یه داستانی می نویسه که داستان توی جنگ‌های 30 ساله اروپا اتفاق می‌افته، یعنی یکی از طولانی‌ترین و فجیع‌ترین جنگ‌های اروپا، و اونجا یه زنی هست خب به اسم کوراژ، خب که این زن به هیچ وجه دلش نمیخواد که جنگ تموم بشه چون منفعت داره از جنگ، زینفعه. این زن روسپیه، روابط زیادی داره و هر جا سربازا میرن و ارتش میره با اینا میره. خب حالا برشت چون شیفته گریملز هاوزنه میاد چیکار میکنه؟ چارچوب داستان گریملز هاوزن رو میگیره، یعنی مادر کوراژ همون توی جنگای 30 ساله است، اینجام یه زنی هست به اسم کوراژ، خب ولی این زن روسپی نیست، این زن به قول معروف بیزنس وومنه، خب این زن تجارت میکنه، 3 تا بچه داره، یه عرابه داره، یه گاری داره و هر جا سربازا و ارتش میره اینم دنبالشون میره و جنس به اینا میفروشه، یعنی تمام احتیاجات اینا رو تامین میکنه. ولی زنیه که به شدت حریص پول پرسته، کار به جایی میکشه که هر 3 تا فرزندش رو از دست میده. برشت تصادفی این نمایشنامه رو نمینویسه، نقد شدید داره به جنگ، جنگای 30 ساله، منتقل میکنه به جنگ دوم جهانی و غیر از اون به شخصی که توی سیستم، به انسانی که توی جامعه کاپیتالیستی زندگی میکنه، امریکایی که بعد خودش در تبعید بود، و مادر کوراژ سمبل یه همچین شخصیه، برای اینکه فقط به پول فکر میکنه و با قفلتهاش دونه دونه بچه‌هاش از بین میرن، به خاطر پول نیست، غفلت میکنه. برای همین این ننه دلاور راجبش کلی کار شده. حالا من به خودت هم میگم که کجا تو کدوم سایت. خب من به خودم اجازه نمیدم که بخوام انتقاد کنم از مترجم. من فقط میتونم بگم که موافق نیستم، برای اینکه این ربطی به دلاور و اینا نداره. خب همون کوراژ گریملز هاوزنه که این اومده و یه داستان جدید ازش درست کرده و این کار شاهکاره. یکی دیگه از کارهای برشت که اونم خیلی معروفه، داستان رویاهای سیمون مشاق که اینم یکی از نمایشنامه‌های معروفشه. ایده این نمایشنامه رو از صحبت با فوشتوانگر گرفته. چطور؟ فوشتوانگر زمانی که تو فرانسه بود تو تبعید، وقتی که هیتلر ارتش نازی وارد فرانسه میشه، اینا توی بازداشتگاه بودن، خب نویسنده های آلمانی روشنفکر و یهودی ها رو توی بازداشتگاه نگه می داشتن. ماجرای فرار اینا خیلی عجیب غریبه و وقتی که فوشتوانگر ماجرای فرارش و این بازداشتگاه رو برای برشت تعریف می کنه، برشت ایده نمایشنامه سیمون مشا رو از اون می گیره، خب و فوشتوانگر رو متقاعد می کنه که با هم همکاری کنن که این نوشته بشه. سبک کار برشت اینه، خب و نبوغش هم در اینه که از چیزایی که هست یه چیز کاملا جدیدی بسازه و هیچ ابایی هم نداره، یعنی همیشه اذعان میکنه. حالا فوشتوانگر چجوریه؟ فوشتوانگر همونطور که گفتم که از معروفترین نویسندگان اون زمان بود، اون زمان نامزد جایزه نوبل شده بود 1930. سبک کارش کاملا متفاوتیه، کسیه که برای نوشتن هر رمان سالها تحقیق میکنه، یعنی شما وقتی رمانهای فوشتوانگر رو میخونید میبینید یک دنیا دانش، کتاب، معلومات در پسش نهفته است. متد کاریش اینه که برای نشون دادن شرایط فعلی جامعه، ما داریم در مورد زمان خودش صحبت میکنیم، 70-80 سال پیش، از شخصیت‌ها و
وقایع تاریخی به خصوص استفاده میکنه که برسه به زمان حال. مثلا فویشتوانگر آلمانی یهودیه، کسی که مجبور میشه از آلمان نازی فرار بکنه برای اینکه نشون بده که چه ترس و وحشت و تروری زمان هیتلر حکم فرما بوده توی آلمان. و بعد وقتی که میره امریکا، ترور و ترس و وحشتی که سایه انداخته بود روی روشنفکرا، چه نویسنده، چه کارگردان، چه شاعر، چه بازیگر، تروری که مک‌کارتی با دادگاه‌های تفتیش عقایدش را میندازه، برای اینکه بتونه اینا رو به خواننده نشون بده و مشخص کنه که شرایط چیه، از یک شخصیت تاریخی به خصوص استفاده میکنه و یه دوره تاریخی به خصوص. مثلا اینجا برمیگرده یه رمانی مینویسه راجب گویا، فرانسیسکو د گویا که معروف ترین نقاش اسپانیایی هست و قرن 18 زندگی میکرده. ما میدونیم که اسپانیا آخرین کشوری بوده که این سیستم کلیسای کاتولیک و دادگاه های تفتیش عقاید هنوز اونجا برگزار بود. گویا از یک طبقه خیلی پایین میاد و فوق العاده با استعداد بوده و راهش به دربار باز میشه و شروع میکنه به نقاشی برای پادشاه و پادشاه اینقدر ازش راضیه که این از نظر مالی کاملا تأمین میشه، هیچ مشکلی نداره. ولی از یه زمانی گویا شروع میکنه به دیدن مسائل جامعهش، خب فساد، سرکوب دستگاه حکومتی، همکاری کلیسای کاتولیک، اختناق، فقر، فحشا، اینا رو میبینه و شروع میکنه به کشیدن یه سری نقاشی. نقاشی ها با مداد کشیده شده بودن مثل گرافیک، 80 تا هستن، بهش میگن کاپریسیو، و اینا رو خودش به خرج خودش میکشه و تمام صحنه های اون موقع نشون میده، صحنه شکنجه، فقر، فحشا، کارهایی که شاه اون زمان میکنه، همه موزلات اون زمان. یکی از این تاب 80 تا تابلویی که میکشه، تابلویی که به احتمال زیاد همه دیدن، مردیه که سرشو گذاشته روی سکو و ما نمیدونیم که خوابیده یا اینکه سرشو گذاشته روی سکو که نبینه دور و برش چه خبره. از پشت یه سری خفاش و حیوانات عجیب غریب و جغد که به شکل فجی کشیده شدن، ترسناکن، به سمتش یورش میارن. خب بعد روی این سکویی که سرشو گذاشته جمله نوشته که ترجمهش میشه به این صورت کرد که اگر انسان هوشیار نباشه فاجعه رخ میده. خب و سمبولیک منظورش اینه که یعنی برمیگرده به دوران روشنگری که از انقلاب فرانسه 1789 را میفته، که انسان تو هر شرایطی که هست باید حواسش باشه از نظر اجتماعی سیاسی چه اتفاقی داره میفته. اگه چشمشو ببنده و نخواد ببینه چه خبره، فاجعه رخ میده. و گویا میدونست با این کاری که میکنه دیر یا زود درگیر میشه با کلیسای کاتولیک و سیستم سلطنتی و احضارش میکنن به دادگاه تفتیش عقاید و همینطورم میشه. میخواستن این کارو بکنن کلیسای کاتولیک، ولی شاه اون موقع ازش حمایت میکنه، نمیذاره. ولی این یه مدت محدودی بود. کلیسا شروع میکنه به گرفتن تمام دوستان و نزدیکان گویا و گویا میدونسته که الان خودشم میگیرن، شکنجش میکنن و فرار میکنه، میره جنوب فرانسه توی ناحیه بوردو. یعنی کاری که اینجا فویشتوانگر میکنه اینه که ترس و وحشت و فضای قرن 18 اسپانیا رو نشون میده که آلمان هیتلری و امریکای مک‌کارتی رو نشون بده و به معنای واقعی این رمان شاهکاره. این فقط حرف من نیست، همه اینایی که یعنی خواننده احساس میکنه درست همونجاست و این تشویش و استراب و این چیزی رو که گویا با خودش میکشه رو حس میکنه. اینا فرق سبک کارشونه. مسلما برشت هم به شخصیت‌های تاریخی میپردازه. ما نمایش زندگی گالیله رو داریم که فوق‌العاده است. خب یا اینکه یک شخصیت دیگه میآفرینه
برشت به اسم آرتور اویی که خیلی بامزه است، خنده داره و این شخص هیتلره، یه ترکیبی از هیتلر و آلکاپون توی شیکاگو سال 1920 پروهیبیسیون که خیلی بامزه است، ولی این دوتا کاملا متفاوتن، دوتا سبک کاملا متفاوته. من میخواستم قبل از اینکه صحبتم تموم کنم یه بخش خیلی کوتاه از دیالوگ از صحبت برشت و فوشتوانگر رو بخونم برای اینکه مشخص بشه اصلا نوع رابطه اینا چطوره. قبل از اینکه این بخش رو بخونم یه توضیح کوتاه بدم. سال 1928 یعنی 10 سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، فوشتوانگر یه رمانی می‌نویسه به اسم موفقیت. این رمان 1000 صفحه است و در 2 جلد و اون زمان فوق‌العاده سر و صدا می‌کنه و به خاطر همین رمان می‌خواستن بهش جایزه نوبل بدن. رمان برمیگرده به دوران بعد از 1918 و فروپاشی امپراتوری آلمان و فرار امپراتور آلمان، دورانی که گروه های چپ و راست به جون هم میفتن، کمونیستا، سوسیال دموکراتا، سپارتاکیستا و گروه های راست، و یکی از این گروه های راست آدولف هیتلر و گروه نازیش که اون زمان هیچ کس فکر نمی کرد که هیتلر بتونه یه زمانی انقدر قوی بشه که قدرت رو تو آلمان به دست بگیره. فقط چند نفر واقعا انگشت شمار. یکی از اینا فوشتوانگر بود که با دانش سیاسی و معلوماتی که داشت توی این رمان خطر پیدایش فاشیسم و این جنبش رو برای آلمان پیشبینی کرده بود. یعنی حتی توی خب این سالها قبل از اینه که اصلا هیتلر به قدرت برسه، حداقل 6 سال اینجورا، و توی این رمان مثلا میگه که همه جا به آتش کشیده میشه، کتاب ها میسوزن، آدم ها میسوزن. خب این بعدن خب خیلی ها تعجب کردن که این چطور میتونستی همچی چیزی رو پیش بینی کنه. و توی این رمان یک شخصیتی رو میسازه که این شخصیت هیتلره. خب اسمش هم هست روپرت کوتسنر. خب این دقیقاً هر کسی این رمان رو میخونه میدونه که این خود هیتلره. غیر از این شخصیت یه شخصیت دیگه میسازه به اسم کاسپا پروکل. خب این یه شخصیت بسیار دوست داشتنی، جذاب، جالب و باهوشیه. خب که مهندس مکانیک، کمونیست انقلابی، شاعره، و این شخصیت برتولد برشت. یعنی فوشتوانگر، کاسپا پروکلو طبق شخصیت برشت میسازی. یعنی هر کی این رمانو میخونه میدونی این الان برشته. غیر از این دوتا یه شخصیت دیگه هم میسازه به اسم تیورلین. تیورلین یک نویسنده بسیار موفق، سنش بیشتره و این خودش خود فوشتوانگره. خب حالا همه اینا رو تعریف کردم. این رمان رو که می نویسه پیش، یعنی قبل از این که یه نسخهش رو میده به برشت که برشت بخونه، چون دوست صمیمی و همکار بودن. برشت اصلا خوشش نمیاد از این موضوع که فوشتوانگر یه کاراکتری مثل برشت ساخته و خیلی عصبانیه. خب این میمونه، اینا هم دیگر نمیبینن. فوشتوانگر یه عمل آپاندیس داره بعد از عمل، چون خیلی ثروتمنده، با همسرش مارتا میرن ایتالیا کنار دریای گاردا، یک جای بسیار هتل لوکس و شیک که استراحت کنن. چند روز میگذره و یکو ناگهانی سر و کله برشت و همسرش هلن وایگل پیدا میشه که اونم بازیگر بسیار معروف تئاتر بوده، و خب فوشتوانگر و همسرش خوشحال میشن، ولی برشت عصبانیه، اخموه، دلخوره. فوشتوانگر نمیدونه دلیلش چیه. اون شب با هم شام میخورن، خیلی حرف نمیزنن، قرار میذارن که فردا صبح با هم برن پیاده روی. رابطه برشت همونطور که گفتم با مارتا همسر فوشتوانگر اینطوریه که برشت تحسینش میکنه، خیلی خوشش میاد از مارتا و خیلی قبولش داره. یعنی هرچی مارتا بگه همونه. خب حالا این صحنه کوتاه رو براتون میخونم. فکر میکنم صدام خیلی بلند میاد ها؟ نه؟ خوبه؟ خب
صبح روز بعد در امتداد ساحل و روی تپه ها در ناحیه روستایی و زیبا پیاده روی کردند. برشت و فوشتوانگر جلوتر راه می رفتند و هلی و مارتا پشت سر آنها با فاصله. چند دقیقه نگذشت که برشت به اصل مطلب رسید و با لحنی خشک و جدی گفت: ببین فوشتوانگر، رمانتون منظورم نما به موفقیت هستش. من واقعا نمی دونم. فوشتوانگر مشتاقانه گفت: آها، پس پیشنویسشو خوندید. برشت اخم کرد و سرش رو به نشانه تایید تکان داد و گفت: برای همینم پیشنویس رمانو گذاشتید پیشم. گذاشتید که بخونمش، مگه نه؟ خب، به نظرتون چطوره؟ آب رو ریزیه. به هیچ وجه نباید بذارید همینطوری بمونه. فوشتوانگر یکی خورد. یکی از عللی که ارزش زیادی برای برشت قائل بود، رک بودنش بود. اینکه انتقادش را راحت مطرح می‌کرد. اما این برخورد برشت، اینکه با لحنی تند رمان هزار صفحه‌ای موفقیت را که حاصل 3 سال زحمت و کار دشوارش بود آبرو ریزی می‌خواند، سیلی محکمی به صورتش بود. شاید برشت به او حسادت می‌کرد. برشت هرگز نمی‌توانست از پس چنین رمانی بر بیاید. رمانی حماسی با برنامه ریزی دقیق که نه تنها به تخیلی قوی بلکه به پشتکار و تخصص هم نیاز داشت. با اینکه فوشتوانگر پس از عمل جراحی آپاندیس هنوز احساس ضعف می‌کرد، قدم‌هایش را تند کرد. برشت که به سختی پا به پایش راه می‌رفت، با صدای بلند گفت: فوشتوانگر، شخصیتی مثل پروکل یه آبروریزی بزرگه. آها، پس جریان این بود. باید خودش متوجه می‌شد. در رمان موفقیت، برشت را در نقش شخصیت کاسپا پروکل، یک مهندس مکانیک تصویر کرده بود. با مهر و علاقه تصویری مثبت از این شخصیت ساخته بود. پدیده استثنایی، مردی که ریشش را اصلاح نمی کند، دیوانه خود را است و با صدای گوشخراش اشعار داستانی رکیک می خواند و زنها را شیفته خودش می کند. مردی که خودش را با تعصبی تمام عیار در آغوش مارکسیسم می اندازد، بدون آنکه نظریهایش را بفهمد و عملی نبودن آن را در نظر بگیرد. پروکل شخصیتی قوی و سرکش است که مدام درباره خوشبختی جمعی و غیرفردی پرچانگی می کند. مارکسیسم رمانتیک او از شور و شوق فردی سرچشمه می گیرد. حالا درست روی صفحه ماشین تحریرش حرف ایکس گیر می کند. آخرین حرف نام مارکس. فوشتوانگر زیر لب خندید و گفت: پس بهتون برخورده. خب معلومه، نه تنها چنین کاریکاتور مزخرفی رو ساختید، این کارتون حد که حرمتم هست. با این کارتون منو مسخره جامعه ادبی میکنید. چرا پوزخند میزنید؟ فوشتوانگر سرعت راه رفتنش را بیشتر کرد. برشت نفس نفس زنان گفت: بعد عوضش کنید. اگه دوستیمون براتون ارزش داره بعد عوضش کنید. این قدم تون را نرید. دیر شده. کتاب داره چاپ میشه. پس بهشون بگید ماشین چاپ رو متوقف کنن. اون ناشر هر کاری که نویسنده بزرگ بورژوایی مثل شما بگه اطاعت میکنه. فوشتوانگر با صدای بلند خندید و گفت: پس به نظرتون رمان موفقیت مزخرفه ها؟ نه، نه همش. چند جاش خوبه. اما موضوع این نیست. بحث در شخصیت مسخره و احمقانه پروکله. منظورتون اینه که همه چیز این رمان به شما مربوط میشه؟ به شما و فقط به شخص شما؟ به شما و غرور خودپسندیتون؟ برشت با تنگ نفس گفت: خیلی حرومزاده فوشتوانگر. میدونم چرا این بلا رو سرم آوردی. یه تصفیه حساب قدیمیه. چه تصفیه حسابی؟ برشت با خشم گفت: چون من چند سال پیش گفته بودم که میخوام برای رسیدن به اهدافم ازتون استفاده کنم. مگه اون موقع توافق نکردیم که دیگه هیچ وقت در موردش حرف نزنیم؟ برشت شانه‌اش را بالا انداخت و همونجا ایستاد. با نگاهش دنبال مارتا و هلنه گشت. با حالتی کسی که انگار آبرویش رفته گفت: مارتا حرفمو میفهمه. فوشتوانگر گفت: اما به نظر مارتا پروکل بهترین شخصیت رمانه. اون مردی که براش خیلی جالب و جذابه. مارتا هرگز چنین چیزی نگفته بود. برشت گفت: واقعا؟ به نظر می رسید تعجب کرده، اما اخمش باز شد. وقتی خانوم ها هم به آنها پیوستند، برشت به مارتا گفت: سرکار خانوم، به همسر محترمتون بگید اینقدر تون راه نره. این ناقلا فقط می خواد منو خسته کنه تا نتونم استدلال کنم. همگی خندیدند.
دیگر حرفی درباره کاسپا پروکل، آن مهندس و شاعر انقلابی رمان موفقیت نزدند. اما از آرامش مطلق کنار دریاچه گاردا هم دیگر نشانی نبود. برشت و فویشتوانگر به فکر یک نمایشنامه جدید و پروژه مشترک بودند. آنها به شدت جر و بحث می کردند، اما دوستانه. گاهی هم به یکدیگر توهین می کردند. فویشتوانگر از نبوغ برشت بهره‌مند می شد و برشت از توانمندی فویشتوانگر در نویسندگی. همدیگر را خیلی خوب می فهمیدند. خب، من فکر کنم طولانی حرف زدم. بعد اگر وقت بشه چند جمله، بله، راجع به نویسنده و پیامی که برای خواننده‌های ایرانی داره. خیلی ممنون. خیلی ممنون از خانم دکتر مایه‌پور. آقای دکتر فیروزآبادی، در خدمت شما هستیم. نظرتون رو راجع به رمانی که درباره دو شخصیت مهم ادبیات آلمان نوشته شده که بخشش واقعیت، خب بخشش هم تخیل نویسنده هست. به نام خدا. بعد از مدت‌ها یه رمانی چه بسیار برای من سرگرم کننده بود، یک نفس خوندمش. بعضی وقت آدم میل به این که بتونه یک نفس یه رمان رو بخونه باید خیلی چیزا درش باشه، یعنی جذابیت های فراوان داشته باشه. علاقه شخصی به هر دوی نویسنده ها به عنوان نمایندگان دو نسل از ادبیات آلمان یکی از این دلایل بود. اما توجه به جزئیاتی در روابط انسان ها بسیار تأثیر گذاره، مخصوصا اگر هر دوی اینها انسان هایی باشند که صاحب تفکر، صاحب سبک در دوره ای بودند. اما آنچه که شاید خواندن این رمان رو برای مخاطبان فارسی زبان با دشواری روبرو خواهد کرد، بستر و زمینه تاریخی است که این رمان اتفاق افتاده و داره ازش روایت میکنه. یعنی شما میتونید یک کتاب تاریخ ادبیات رو، تاریخ ادبیات آلمان رو برای مثال بخونید که هر سال چه اتفاقی افتاده، چی بوده، قدم به قدم، گام به گام چه بوده است، تا اینکه مثلا رسیدن به کالیفرنیا، ساحل کالیفرنیا و این خیابان سانست اگه اشتباه نکنم که اسم رمان هم شده. واقعیت ماجرا خیلی هولناکه. یعنی امروز که اینجا نشستیم و صحبت میکنیم، به نظر من یکی اصلا در ذهن نمی گنجه این شرایطی که اینها درش به سر می بردن. یه نویسنده تبعیدی آلمانی هست که اونم از آلمان تبعید شد، ولی نه در دوره هیتلر، 100 سال قبل، 1821، به نام هاینریش هاینه. هاینه یه جمله خیلی معروف تو نمایشنامه منصور داره، میگه آنجا که کتاب ها را بسوزانند سرانجام انسان‌ها را هم خواهند سوزاند. گفتن این جمله 100 سال قبل، اونم توی نمایشنامه که در اسپانیا داره شرایطش می‌گذره، شاید یه خود عجیب و غریبه، اما دقیقاً 10 مه 1933، بعد از اینکه هیتلر 4 ماه بود به قدرت رسیده بود، لیستی در آلمان منتشر شد به نام لیست کتاب‌های زاله. با یک حرکت و با فشاری که گروه‌های فشار خاص خود اون دوره که وجود داشتن، SA گروهی بود که از این جور کارها انجام می‌دادن، تصویه‌های حزبی و شهری و اینها، اول در برلین و بعد در سایر شهرها کل آثار 250 نویسنده آلمانی سوزانده شدند. یعنی می رفتن توی کتابخونه ها، کتاب ها رو می آوردن، در خیابان ها با آتش می کشیدن. خب این لیسته البته بعدها تکمیل تر شد، یعنی به 250 نفر نموند. ظرف حدود 6 ماه لیست شد 700-800 نفر. خیلی از این نویسنده اون زمان در آلمان بودند. بعضیاشون حالا اگر هم در سفر بودن، مثلا توماس من تا اونجا که خاطرم هست در یه سفر بود دیگه برنگشت. یعنی همونجا فهمید که آقا کار تمومه دیگه، آلمان جای زندگی کردن برای اینا نیست. ولی مثلا هایریشمن موند اونجا تا بعدها تونست فرار کنه. خیلی هاشون اصلا باورشون نمیشد، یعنی بعد از شکست جنگ جهانی اول و شرایط اقتصادی و ناامیدی مردم آلمان، به نظر نمیرسید که آلمان دوباره بتونه یک حکومت قدرتمندی رو بسازه. و وعده های پشت سر هم و در این حال این رو فراموش نکنیم، ناامیدی باعث چنگ زدن به دامن فاشیسم
در شمال اروپا، در شمال ایتالیا به خصوص، آلمان و بعد پیوستن اتریش بدون هیچ قید و شرطی به آلمان شد. بسیاری از نویسنده ها سعی کردن در این دوره خیلی از آلمان فاصله نگیرن، یعنی رفتن کشورهای همسایه، فرانسه، سوئیس، چپا همشون رفتن شوروی با اون آرزوهای بزرگشون، برشت هم رفت شوروی، آنازگرس و خیلی کسای دیگه رفتن به سمت شرق، یعنی شوروی، یه سری اومدن فرانسه، بلژیک. خیلی از روشنفکرها شروع کردن با دست خالی، خیلی از روشنفکرها وضعیت مادی خوبی هم نداشت، همین برشت تا آخر عمرش هم وضعیت مالی خوبی نداشت. چیزی که اتفاق افتاد اینه که رفتن این کنارها ایستادن که تموم میشه، یه دوره کوتاهه، دو ماه دیگه تمومه، پنج ماه دیگه تمام، برمیگردیم. برگشت خبری نبود، یعنی این هی شدت پیدا کرد تا 1939 خیلی هاشون خودکشی کردن از ناامیدی. خیلی هاشون توی یه شب، مثلا من والتر بنیامین رو خیلی دوستش دارم، با برشت چند ماه تو سوئد با هم دیگه تنها بودن، مکاتباتشون هست، فوق‌العاده است. بنیامین توی یه لحظه فکر میکنه توی پرتغال، تو لیسابون منتظر بلیت کشتی بوده، میان پایین شلوغ میشه، این فکر میکنه که ریختن بگیرنش، خودکشی میکنه اونجا. یا یه نویسنده خیلی معروف تو ایران هم میشناسن همه، اشتفان سویگ، همیشه تصمیم به خودکشی داشت، میره آرژانتین، منشیش هم با خودش میبره، بعد با هم خودکشی میکنن اونجا. این خودکشی ها امریز بسیار عادی. برخی از نویسندگان آلمانی راه رفتن رو انتخاب کردن و بعد بعضی هاشون هم موندن. گوتفرید بن موند، خیلی کسای معروفی هم بودن، نویسنده های خیلی مشخصی هم بودن. بعضی هم مثل حسه رفتن سوئیس، دیگه موندن در سوئیس، باقی موندن تا آخر عمرشون. تقریبا دو تا انتشارات توی اروپا کارهای نویسندگان آلمانی رو منتشر میکردن، کورید و فلاک بود، انتشارات کورید و در آمستردام بود که بیشترین آثار منتشر میشد. اما خب مخاطب این کتابا کم بود، تازه داخل خود آلمان هم نمیتونستش این کتابا بره، بنابراین نویسنده وضعیت مادی خوبی نداشتن. خیلی هاشون تو این کتاب هست، دقیقا مثلا هایریشمن بعدها که با هزار سختی و بدبختی به آمریکا رسید، کمکش میکردن، چپ بود، گرایش های چپی داشت، از این چپ ها تعدادشون کم نیست، کمک بهشون میشد، یه کمک های اندکی، ولی دو سه نفر وضعشون از همه بهتر بود. یکیش آقای فوشتوانگر، نه فقط به دلیل نگارش آثارش، بلکه اصولا شخصیتش اینجوری بود، به موقع در رفته بود، 1936 تو پاریس بود، بعد با وضع مالی خوب رفتن اینا میدونستن چه خبره. یا مثلا توماس من وضعش بسیار خوب بود، 1940 تا 1945 توی رادیوی آمریکا برای آلمانی ها هر شب سخنرانی میکرد، کتابهاش به چندین زبان ترجمه میشد همزمان، یعنی کتابای آلمانیش فروش نمیرفت، کتابای بیشتر ترجمهش فروش میرفت، از اون راه زندگیش میگذشت. فوشتوانگرم تو این کتاب اشاره میکنه. خب من تا اینجای کارو گفتم، میخوام اینو به شما عرض کنم، رسیدن به آمریکا کار بسیار دشواری بود، یعنی باید میرفتن در ساحل اقیانوس، حالا اگر بلیتی پیدا بشه با هزار سختی، اگه ویزایی گرفتار به فوشتوانگر اینجا در مورد جعل هویت خودش هم اینجا صحبت، حتی با هویت جعلی میرفتن اینها، یعنی ناچار بودن برن. اینو فراموش نفرمایید که فقط یهودی ها نبودند، چپا اولین کسایی بودن که دنبالشون بودن. این ذات حکومت هیتلر دقیقاً به گونه‌ای بود که با چپ مبارزه میکرد. برشت دشمن خونی حساب میشد، اصلا بحثی درش نبود، اگه به دست حکومت آلمان میافتاد هیچ وضعیت خوبی براش نبود. نکته بعدی که میخوام بهتون بگم اینه که در آمریکا هم تو این کتاب فوق‌العاده زیبا توصیف شده شرایط مکارتی و استنتاق و بازجویی ها و دادگاه برشت. من فیلم دادگاه برشت رو بارها دیدم، خیلی هم لذت بردم ازش. برشت رو میبرن اونجا، ازش میپرسن تو اصلا کمونیستی یا نیستی؟ آره. و برشت جواب میده، ولی میگه من هیچ وقت اهل هیچی نبودم، من روشن فکرم، یه رو به کسی هم که با این اندیشه هستم. و واقعا هم برشت همین بود، مرد حکومت و اجرا نبود. حالا تو این کتاب باز یه اشاره خیلی خیلی ظریف میکنه، 1953 توی آلمان شرقی
کارگرها علیه دولت مرکزیشون تظاهرات میکنن. کارگر در مقابل دولت سوسیالیست میسته و تظاهرات، و برشت همون زمان اونجا رو ترک میکنه. یعنی یه شعری داره که نمیدونم، میگویند که دولت برای ملت ارزش قائل شده است، اونا نمیشود دولت دست از سر ملت بردارد و بگذارد ملت زندگی خود را بکنند. بسیار شعر تأثیرگذاری است، آزاداندیش کامله، با اینکه تئاتر انزامبل برلین رو بهش میدن، با اینکه هر مقامی میخواسته بهش میدادن، اما این شرایط رو نداشت. نکته دیگری که میخوام باز من بهش اشاره بکنم برای اینکه باز این رمانه کمی بهتر بشه، شرایط خود آقای فوشتونگر و اصولا یهودیان این دوره است. ما این دوره که همین آغاز قرن بیستم هست، دوره جنگ و جدال بین نسل هاست. مشهورترین شخصیتی که تو ایران این جدال نسل هاش خیلی مطرح شد و میشناسیمش، کافکاست. همه با پدراشون در جنگ هم. پدر آدم های مستبد، کاسب معاب، دارای وضعیت مالی خوب، بچه رو گذاشته بهترین دانشگاه درس بخونه، کلاس پیانو بره، آموزش کامل ببینه، موسیقی داشته باشه، همه چی براش فراهم. خب این بچه معلومه شما گذاشتیش نذاشتیش کاسب بشه، بعد انتظار داری برگرده بیاد کسب و کار پدر رو ادامه بده؟ هیچ وقت همچین چیزی نخواهد شد. این بچه ها تبدیل شدن به یک جریان روشنفکری دهه 20 آلمان که در فلسفه، در هنر، در آثار ادبی سرآمد این دوره بودن. همشون با هم جنگ داشتن. یعنی خود فوشتونگر تو این رمان باز از پدرش میگه، و جالبترین نکته پدر برشته، که پدر برشت هم با اینکه یهودی نیست ولی همون نگرشه رو داره، ولی خیلی زود رها میکنه. خیلی جذابه که میگم با دانسته های کافی درباره ادبیات آلمان به سراغ این رمان سانست بریم. توصیف هایی که نویسنده میکنه، فکر میکنم زمان روایتش یه چیزی حدود 24 ساعت هست، ولی زمان روایت شده این داستان یک عمره، یعنی بیش از 50 سال. این جذابش میکنه، فلشبک هایی که میزنه، تداعی معانی هایی که میکنه، از یه ریش تراشیدن شروع میکنه به خاطرات رفتن، برگشتن، دوباره تکرار کردن. رمان رو فوق العاده جذابش کرده. یکی دیگه از جذابیت های اون حیات روشن فکری است. من اینو خیلی بهش اهمیت میدم. این روشن فکرها چه جور آدمایی هستن؟ یعنی مثلا این دوره خاص رو عرض میکنم، یه جورایی برشت اینقدر معتقد، زندگی شخصی شخصی باز میکنید میبینید که اوه یه آدم عجیب و غریبی است. چندین بچه نامشروع، چندین زندگی آنچنانی، چندین زن، اصلا این زندگی عجیب و غریب با همسر و معشوقه. آره همزمان، آره روشن فکر دیگه، اینا جریان های روشن فکریه این دوره هست که براشون وجود داره. خود فوشتونگر هم همچین آدم خیلی اتو کشیده ای نیست، البته بعد از اون عمل جراحیش دیگه تغییر میکنه. بذارید که اگر اجازه بفرمایید من در مورد خود کتاب میگم. واقعا لذت بردم کتاب رو که خوندم. واقعا خانم دکتر معیت‌پورم ترجمه بسیار خوبی کردن و بسیار نثر خوبی رو براش انتخاب کردن، روایت خیلی خوبه. یکی دوتا موضوع بود که اتفاقا شما خودتون گفتید اینجا. یکی این بال بود که تو این بال نوشته شده بود که تونن چش ویراستار بعد افتاد. چاپ دوم عالی است، عالی. منم یه سری یادداشت کردم. نه یک عالمه نیست، چند تا مورد بیشتر نبود. چشم خدا اینجا هستش، من خدمتتون خواهم داد. یه جایی هم آره این بل بعدن شد نمایشنامه‌ای که خود برشت نوشته بود، خیلی شهرت داشت. خدای میان رودان هست که تو قرآن هم چند بار ازش نام برده شده و هست. یه جایی هم از تئاتر برشت به عنوان تئاتر حماسی شده. من یه اشتباه خودم هم کردم چند بار اوائل، که خودتون الان اینجا درستش فرمودین تئاتر روایی است در برابر تئاتر ارسطویی، که یک نظریه است که در واقع البته ماره برشت نیست، اصلش ماره الوین پیسکاتوره که قبل از برشت این نظریه رو مطرح کرده، که اصلا وظیفه تئاتر امریست کاملا متفاوت با آنچه که هست. یک دوتا غلط تایپی هم بود که توش، حتما با میل و رغبت خدمتتون خواهم داد. اما اگه اجازه بدین من فکر کنم سالها بیشتر این باید مجله ادبیات داستانی باشه، فکر میکنم سال 72 سه مقاله‌ای با عنوان
ادبیات آلمان در دوره تبعید نوشتم اون زمانها و یه شعری از برشت رو ترجمه کردم. با این شعر برشت عرایض خودم رو خاتمه بدم. در واقع این شعر رو 1937 در دفاع از نویسندگان در تبعید آلمان میگه. درباره نام مهاجران، نامی را که بر ما نهادند پیوسته نادرست می دانم. مهاجران، آنان که کوچ می کنند نیز چنین نامی دارند، اما ما آزادانه مهاجرت نکرده ایم، نرفته ایم تا در سرای دیگر برای همیشه سکنا گزینیم، بلکه گریختیم. ما راندگانیم، سوختگانیم و هیچ سرای پذیرای ما نیست. سرگشته در کنار مرزها به انتظار نشسته ایم، در انتظار روز بازگشت، در انتظار هر دگرگونی اندک در آن سوی مرزها، و از هر تازه واردی مشتاقانه می جوییم، از یاد نمی بریم، تسلیم نمی شویم و نمی بخشیم آنچه را که بر ما رفته است. سکوت ساعت ما را به اشتباه نمی اندازد. ما فغان اردوگاه ها را می شنویم. ما خود نیز شایعاتی بیش نیستیم که از مرز ها می گذریم. هر یک از ما که با کفش های پاره از میان جمع می گذرد، شاهدیست بر ننگی که دامن موتن من را آلوده است. اما از ما هیچ یک در اینجا نخواهد ماند. حرف آخر هنوز به زبان نیامده است. متشکرم. سپاسگزار از آقای دکتر فیروزآبادی. خانم دکتر مایدپور اون چند نکته رو بفرمایم، بعد دوستان حاضر در جلسه اگر پرسشی داشتن در خدمتشون هستیم. پرسش ها که تموم شد میتونم فروشگاه کتاب رو بگیرم و امضای خانم دکتر مایدپور رو دیگه مفصل کتاب رو خودشون بخونن. چه جالب که شما این صحنه دادگاهو، واقعا شاهکاره، یعنی این تو اینترنت هم هست. برشتی که اینقدر نابغه است، باهوشه، اونجا طوری رفتار میکنه که اصلا نمیدونه ابعاد این دادگاه چیه و چه فاجعه میتونه رخ بده. برای اینکه اینایی که از دست هیتلر فرار کردن رفتن اونجا، اگر محکوم بشن باید ترک کنن آمریکا رو و هیچ کشوری تو اون شرایط اینا رو نمیپذیره. از یه زمانی دیگه هیچ کشوری به اینا ویزا نمیداده و این ترس به قول معروف مثل داموکلس، شمشیر داموکلس بالای سر اینا بوده. و برش شاهکاره، یعنی شما وقتی اینو میبینید یا تو رمانی صحنه رو میخونید میخواید بشینید و برای برش دست بزنید که با این هوشیاری رفتار میکنه و به هیچ وجه دروغ نمیگه. میدونه که اگه دروغ بگه فوری محکومش میکنن و توی رفتار میکنه که اصلا نمیدونه انگار چی به چیه. این در توضیح. من میخواستم فقط کوتاه پیام نویسنده رو به شما بدم. ببینید وقتی این رمان تو ایران چاپ شد، من یه مصاحبه نسبتا طولانی با کلاس مودیک کردم که خیلی تخصصی برمیگرده به این رمان، به فوشتوانگر، به ادبیات آلمان و جزئیات. خب توی این مصاحبه اولا میگه که خیلی دلش میخواد بیاد ایران، دوما از خوانندگان ایرانی تقاضا میکنه، خواهش میکنه که اگر رمانش رو خوندن و خوششون اومد به دوستان و آشنایان معرفی کنن، اگر خوششون نیامد براش نامه بنویسن. نامه هم این که آدرس ایمیلش تو اینترنت هست و هم این که آدرس نشرش این اول کتاب هست، چون کپی رایت و امتیاز این کتاب رو نشر چشم خریده از نشر آلمانی. این خواهش رو داره که حالا به هر زبونی براش نامه بنویسید که چرا، چه چیز این رمان خوشتون نیامد. خیلی کوتاه معرفی کنم کلاس مودیک رو. کلاس مودیک یکی از مطرح ترین نویسندگان معاصر آلمانه، نویسنده‌ای که معروفه به این که خیلی تحقیق میکنه، بسیار باسواده، تمام تئوریای ادبی رو میشناسه
و برای هر رمانش سالها وقت میگذاره و رمانهای تاریخی بیشتر مینویسه. توی اون مصاحبه هم میگه که چرا ترجیح میده بیشتر رمان بنویسه تا داستان کوتاه. داستان کوتاه هم داره ولی بیشتر رمان مینویسه. طبیعیه، برای اینکه از استادش یاد گرفته. استادش کیه؟ لیون فوشتوانگر. برای اینکه کلاوس مودیک خودش دکترای ادبیات آلمانی داره و تز دکتراش رو راجع به لیون فوشتوانگر، ادبیاتش و ادبیات تبعید نوشته. یعنی یکی از کسانیه که آثار فوشتوانگر و ادبیات تبعید رو فوق‌العاده خوب میشناسه. این کسیه که سالها توی آلمان و امریکا تدریس میکرده، توی دانشگاه‌های مختلف خودش ترجمه کرده، کلی ترجمه داره و در حال حاضر هم یکی از مطرح ترین نویسنده هاست. آثارش به خصوص دوتا کتاب آخرش بستلر هستن، بسیار پرفروش هستن. یعنی از سه بود این با ادبیات سرکار داره: یکی اینکه ادبیات تدریس میکنه، یکی که ترجمه میکنه و اینکه خودش هم مینویسه. من فقط به دوتا رمان آخرش اسمشونو میبرم. تعداد خیلی زیادی رمان نوشته. رمان ما قبل آخرش که بستلره و یکی از پرفروشترین کتاب هاست سال هاست، رمانی به اسم کنسرت بدون شاعر که باز یک رمان تاریخیه و برمیگرده به ریلکه، شاعر معروف آلمانی، غاینا ماریا ریلکه. این که تو آلمان حدود 4 سال پیش چاپ شده. خب بله. بعد پارسال یه رمان دیگه نوشت که ترجمهش میشه راز کایزرلینگ. کایزرلینگ هم یه نویسنده معروف آلمانیه که زندگی بسیار اسرارآمیزی داشته و این رمان هم خیلی مورد توجه قرار گرفته. این دوتا رمان و یه رمان دیگه‌ش هم هست که رمان محبوب منه، ولی فکر میکنم دیگه وقت نیست در موردش صحبت بکنیم. من حرفم اینجا تموم میکنم و خودتون نمیخواین ترجمه آثار دیگه‌ش رو انجام بدین؟ یعنی ریدکه یا اونایی که بوده؟ ببین، مشکلی که داریم، من فقط کارهایی رو ترجمه میکنم که کپی رایتش گرفته بشه. به عنوان پرنسیپ این کارو میکنم و چون تو آلمان زندگی میکنم اینو درست نمیدونم. خب تمام کتابایی که من تا حالا ترجمه کردم کپی رایت داشتن، یعنی نشر افق، نشر چشمه، نشر پیدایش حق انتشار کتاب رو گرفتن. ببینید، این کار اصلا کار پیچیده‌ای نیست، فقط احترام به خود نویسنده که بدونه که کارش جای دیگه تو دنیا چاپ شده و اینا نه چیز اضافه‌ای میخوان، نه هزینش اونقدر بالاست یا حالا هر چیزی. این اصولا یه بحثیه که من با خودم دارم و کلن این کارو خیلی مشکل کرده در حال حاضر. تو شرایط فعلی پیدا کردنه، حالا نشر چشمه حق اینو گرفت، ولی واقعا کار مشکلی در حال حاضر. برای اینکه ببینید، همون یه ذره پولیم، حالا نمیگم یه ذره، نمیخوام میزانش رو تعیین کنم، ولی خیلی نیست. برای اینکه ببینید، انتشارات آلمانی میدونن که آثارشون، کتاباشون تو کشورهای دیگه مثل ایران چاپ میشن به هر حال، برای اینکه ایران این قرارداد رو امضا نکرده. بنابراین اینا ترجیح میدن که خودشون بدونن اینو بتونن بذارن تو کاتالوگ، خب بتونن به قول خودشون پروموت کنن این رو و حاضرن که این حق رو بدن، به شرطی که نشری که این کتابو چاپ میکنه به خودش زحمت بده، یه نامه بنویسه، بگه بابا ما میخوایم اینقدر چاپ کنیم. و اصلا کار پیچیده ای نیست. خیلی از انتشارات این کارو نمیکنن. اونایی هم که میکنن، به حال هر چقدر این میزان کم زیاد یا هر چقدر بشه، این پولو باید منتقل کنن به اروپا و این در حال حاضر تقریبا غیر ممکنه، خیلی مشکله. خب و من خودم الان رسیدم به یه جایی که آثار کلاسیکو دارم ترجمه میکنم، یعنی نویسنده هایی که 70 سال فوت کردن، از زمان فوتشون گذشته، اینا دیگه نیاز به کپی رایت ندارن، آزادن. و برای اینکه من دیدم چقدر مشکل شده این سالها برای این نشر افق، نشر چشمه و بقیه گرفتن حق چاپ. حالا خیلی دلم میخواد آثار دیگرش چاپ کنم، برای اینکه به نظر من نویسنده فوق‌العاده‌ای. خودشم خیلی، شما تو جلساتش برید، بسیار شوخ، با سواد و سمپاتیکه به معنای واقعی.
یعنی از هر نظر من مطمئنم اگر بیاد ایران، شاید برای نمایشگاه سال آینده بیاد ایران، که البته بایدم بره یک کشور دیگه، به من گفت یادم رفت کجا، اونجا هم نمایشگاه کتابه، اگر بیاد من مطمئنم که مورد استقبال ایرانی ها، یعنی رفتارش حالتش طوریه که فکر میکنم ایرانی ها خوششون بیاد ازش. یه جمله آخرم بگم، من وقتی که این رمان رو خوندم احساس کردم خودم الان تو کالیفرنیا، تو لس آنجلسم، نزدیک بولوار سانست، همون جایی که توماس من هست، فوشت وانگر هست، برشت هست، همه اینا هستن، منم اونجا یه خونه دارم، یه اتاق دارم، من تو مهمونی های اینام، جلسات اینا، انگار برشت کنار من وایساده داره حرف میزنه. انقدر این رمان زنده بود. خب در مورد تیتر شما اشاره کردید، اینم برای من خیلی عجیب بود که یه نویسنده آلمانی یه رمان بنویسه و اسمشو بذاره سانست، انگلیسی غروب آفتاب، این مرسوم نیست تو آلمان، ترجمه میکنن یا یه اسم آلمانی براش میذارن. بعد که رمانو خوندم واقعا به نظرم جالب اومد این کارش، چون این گذاشتن این اسم سه بعد داره. اولا جایی که اینا زندگی میکنن همشون کم و بیش تو اون محدوده سانست بولوار توی لس آنجلس که یه خیابون خیلی بزرگ و معروفیه، بعد سانست به عنوان غروب آفتاب سمبولیکه، یعنی پایان زندگی فوشتوانگر، چون فوشتوانگر میدونه که خیلی دیگه عمر نمیکنه و به عنوان نویسنده‌ای که داره برمیگرده به زندگیش و پایان زندگیشه، یعنی غروب زندگیش، سانست زندگیش. و اینکه رمان با یک صحنه‌ای در پایان روز به پایان میرسه که فوشتوانگر داره به غروب آفتاب روی اقیانوس آرام نگاه میکنه و هنوز هم داره با برشت صحبت میکنه، اونم سانسته. به همین دلیل اسم این رمان رو عنوانش رو گذاشته سانست.